بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. استانداری بغداد از راه اندازی قریب الوقوع دو کمپین برای سازماندهی مسیر زائران به شهر مقدس کربلا خبر داد و خاطر نشان کرد که این مسیر به 7 بخش تقسیم می شود. در همین راستا عبدالله حسین، مدیر راه‌ها و پل‌های استان بغداد، طی اظهاراتی گفت این پروژه شامل پاکسازی جاده، آواربرداری، تعمیر آسیب‌های وارده به جاده و فرسایش آن و آماده سازی پل‌های عابر پیاده و روگذرهای موجود می باشد. لازم به ذکر است تکمیل این پروژه در مدت 20 روز انجام می شود تا مسیر برای زائران و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در زمان زیارت اربعین مهیا و مناسب باشد. به منظور کاهش قاچاق و نفوذ تروریست ها، عراق به ساخت دیوار جدایی در مرز این کشور با سوریه ادامه می دهد. یک منبع امنیتی در استان نینوا گفت کارهای ساخت و ساز در مرز عراق و سوریه در شرق الحسکه به ویژه در منطقه رابعه غرب نینوا ادامه دارد. این منبع تأکید کرد اهمیت این مانع و دیوار امنیتی در کاهش قاچاق و جلوگیری از نفوذ تروریست ها ضروری است. زمریالی طرزی، باستانشناس برجسته افغان، روز جمعه در 85 سالگی در شهر استراسبورگ فرانسه درگذشت. طرزی در رشته باستانشناسی شرقی در دانشگاه استراسبورگ تحصیل کرده بود و در دهه 1980 میلادی چندین سال به عنوان رئیس اداره باستانشناسی افغانستان کار کرد. با اشغال افغانستان توسط ارتش شوروی، طرزی به فرانسه پناه برد و تدریس باستانشناسی شرق نزدیک و آسیای مرکزی در دانشگاه استراسبورگ را آغاز کرد. تا کنون 151 مورد ابتلا به تب دنگی و یک فوتی در ایران گزارش شده است. شهنام عرشی، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، همچنین اعلام کرده که انتقال تب دنگی در بندر لنگه هرمزگان وجود دارد و لازم است موارد مورد لزوم جهت جلوگیری از گزش پشه از سوی افراد و مسافران به شهرها و کشورهای آلوده رعایت شود. آقای عرشی در ادامه افزود موارد شناسایی تب دنگی در تهران، مشهد، قم و قزوین وارداتی بوده و به معنای شیوع بیماری در این شهرها نمی باشد. معاون پژوهش سازمان نظام پزشکی ایران از وقوع روزانه 500 مورد سکته مغزی در ایران خبر داد. محمد رضا عزیزی، متخصص مغز و اعصاب و معاون پژوهش سازمان نظام پزشکی ایران، در یک نشست خبری درباره همایش روز جهانی مغز که اول مرداد برگزار شد، از وقوع روزانه 500 مورد سکته مغزی در ایران خبر داد. به گفته عزیزی، در ایران روزانه حدود 500 نفر دچار سکته مغزی می شوند که این عارضه در یک سوم این افراد به ناتوانی های جسمی منجر می شود. احزاب شرکت کننده در کنفرانس حریت در هند اظهار داشتند کشور هند هر حقی از جمله حق بیان و فعالیت‌های سیاسی را از کشمیری‌ها روبوده است. عبدالرشید منهاس، یکی از وکلای شرکت کننده در این کنفرانس، طی بیاناتی اظهار داشت حزب بهاراتیا جناتا که تحت کنترل دهلی نوست، حتی به مردم کشمیر اجازه تجمع آزادانه و بیان عقیده خود را نمی‌دهد و با کمک زور و خشونت قوانین فاجعه آمیزی را برای ترساندن مردم مظلوم کشمیر وضع نموده است. وی در ادامه از اینکه سازمان‌های هندوتوا اقتصاد کشمیری‌ها را تضعیف کرده‌اند و همه منابع از جمله منابع طبیعی را از آنها ربوده‌اند ابراز تأسف کرد.
دادگاه فدرال کیفری آرژانتین تصمیم خود را در مورد موضوع نسل کشی اویغورها صادر کرد و به دادستان دستور داد تا تحقیقات را آغاز کند. سه سازمان غیر دولتی از جمله کنگره جهانی اویغور، کمیته حقوق بشر اویغور و وکلای حقوق اویغور در ماه آگوست 2022 شکایتی را تنظیم نموده و در آن به جنایات بین المللی ارتکاب یافته علیه اویغورها و دیگر مردم ترک در سینکیانگ چین اشاره کردند. چنین ذکر است این شکایت به همراه شواهدی از کار اجباری، سقط جنین و عقیم‌سازی اجباری، شکنجه، بازداشت دست جمعی در اردوگاه‌ها و قتل مردم اویغور است. در رشته کوه‌های آند یخچال‌های طبیعی به سرعت در حال کوچک شدن هستند و این پدیده جان میلیون‌ها نفر را به خطر می‌اندازد. افزایش دمای کره زمین به دلیل تغییرات آب و هوایی منجر به عقب نشینی یخچال‌های طبیعی و ذوب شدن یخ‌های دائمی در رشته کوه‌های آند شده است. گفتنی است همین امر سبب شکل‌گیری تالاب‌های جدید شده و رانش زمین کوهنوردان را مجروح کرده و فروچاله‌های بزرگ شکافته شده‌اند.